با سلام و درود خدمت همه رفقای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد قادرپناه هستم، مربی و رفتارشناس سگ‌ها. امروز اومدیم تو مجموعه رودهنمون هم یک سری از تمرینات بیسیک و حالا هم قدم و پیشرفته رو با هم ببینیم، هم یکی دو تا کیس ناهنجار هستن که نیاز به مقیدسازی دارن که امروز توسط صاحبشون در کنار صاحبشون اینو میخوام بهتون نشون بدم. فقط قبل از شروع این ویدیو ازتون خواهش میکنم همین الان کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله و لایک هم بزنید، با ما همراه باشید. خب خیلی مخلصم بچه ها. تیله یه کیسمونه که یکم ناهنجاری داره، دوست نداره هر کسی بهش دست بزنه. با صاحبشون هم بعضی وقتا اوکی، بعضی وقتا سرصدای زیادی تو خونه داره. در کل مقید نیست، وقتی آدم رو دورش میدونن واکنشش یه میخواد بدو بگیرتش. هر مشکلی داره رو الان به بچه ها بگیم. یکی میدوه پارس میکنه، صده دست، هیجان بهش میده، موتور عبقرش رد شه، مثلا دوچرخه موتور باز نه، دوچرخه رد میشه دنبالش میخواد بره، مثلا پارس میکنه به طرفه، دست میزنن شروع میکنه پارس کرده. طبق صحبتهایی که توی این اواخر با هم داشتیم، تو جلساتی که داشتیم، فهمیدی مشکلش چیه؟ استرسشه که داره استرسشه که با استرسشه بخواد کسی که داره میدوه رو بخواد بره به سمتش. بهترین کارم که با این بچه بخوایم کنیم بحث مقید کردنشه، یعنی اینکه بفهمه که اون موتوریه، اون کسی که اون فردی که داره بهش آسیب میرسونه هیچ بدی براش نداره. الان یه برنامه مقیدسازی داریم که تو همین الان یکم دیگه جلوتر میبینید. مرسی. دست ده. لطف کنین دور من یه حلقه بزنین همه. بیا کامران. خودت هم وایس. بله بله. یه حلقه بزنین دورم. ببخش. قش حلقه. لطفاً لطفاً دور من یه حلقه بزنید، همه به هم چسبیده، فاصله هاتون یه اندازه باشه. فقط لطفاً صدای منو گوش کنید، کارهایی که من میگم شما اطرافیان انجام بدید. ما اینجا الان چی کار میکنیم؟ سگ رو واکنش ها و استرس هایی که داره الان میخوایم مواجهش کنیم. تایید و تنبیه ما استفاده از قلاده است. اگر جایی خطا کرد قلاده یک مقدار گرفته میشه و سگ متوجه میشه به خاطر رفتار بدم که قلاده داره تنگ میشه. اگر اوکی صافش نم وقت نزنم حتی باعث تاییدم هم میشه. خب شروع کنید، فقط صاف دورم بچرخیم، فاصله هاتون یه میزون باشه، جلویتون رو ببینید، همین بچرخیم فقط. پا بکوبی، استاپ، وایسی، برعکس بچرخید لطفا. دست بزنی، استارت کنی، فقط به من نزدیک شید با یک فاصله همه تو دور شید، نزدیک شید، دور شید، نزدیک شید، پاکوبان عقب برید، پاکوبان جلو بیاد. اینجا از انگیزه نوازشیش داریم استفاده میکنیم، قلاده کاملا شده نبشه. آفرین، دست بکوبی، ادامه بدی، همینجا بچرخی، نزدیک، خوبی کنید، بیشتر شده دورشی، نزدیک شی. اشکان شما نوازشش کن تو همین حالا، نترس نترس نترس. یکی دیگه نوازشش کنه، بیاد دیگه نوازشش کنه. رضا شما، شایان شما، خانم شما، خود صاحبش،
زیاد زیاد خود صاحبش زیاد آفرین به عنوان تاییدیه. اوکی همینجوری قلاده رو همینجوری بگید تا همین چیز هستیم بچرخیم و دورش هی همه بیاین نزدیکش یه دفعه هر کی هر کاری دوست داره کنه هر کی هر جوری دوست داره راه بره آه گرد نکنیم آره نه شلخته برید هر موقع بغزت قلاده به سمت بالا نگه داشته شه به محض اینکه نشست تاییدش کن نگه دار آها نشست نوازشش کن بشین نوازشش کن آها عالی نگه دار نوازش وقتی داره واق میزنه دیگه نکن دیگه آقا کامرانی یه بار من این کار رو انجام بدم باز شما ببینی پاشو همه همون کار رو کنین لطفا سوی خنده هم بخندید آفرین خوبه همه حساسیتاشو بگید کلاده الان شله شله اسمشو صدا نکنین یه رفته بیا تو صورتش آها نه خودتو که صاحبشی نه بقیه آلی بکنه ادامه بکنه پشت سر من بیا خب بچه ها این کاری که ما انجام دادیم در اصل مقاید سازی بود چند تا ریاکشن خفیف داشت حالا با صاحبش لطفا شروع کنیم پشت ما راه برو محمد شایان بچه های فقط مربی شروع کنیم محرک ایجاد بکنیم هر چیزی خنده دست پاکو بوندن سگ چند تا ریاکشنی داشت که به خاطر اون کارش نه اینکه تاییدی منفی بگیره فقط یاد میگیره رفتارش اگر درست باشه فشاری روش نیست بچه این قلاده قلاده فلت داریم استفاده میکنیم اگر به طور دائم ما یه تایم آموزشی داریم این کار توصیه نمیشه یه کار دائم و طولانی باشه چون که اگر کار دائم و طولانی باشه باعث چه اتفاقی میفته باعث میشه به گردن سگ یعنی آرتروز بگیره و به گردن آسیب میرسه همونطور که میبینی الان سگ خیلی ریلکس تر بود اصولا آقای کامرانی الان باید همچین جاهای وقتشو میزد دیگه آره نه واقعی اوکیه خب الان میبینی چقدر رفتارش عوض شد فقط با چهار تا تایید مثبت ما چی بود تایید منفی نداشتیم چند پیش اصلا ترس و استرس داشت الان دومش کاملا بالا حتی حالتش هم حالت استرسی نیست اما یه حالت عادی قدم زنی تو ادامه بده لطفا بیا سایک بچه دومش بالا یعنی علامت های بدنش سایک ریلکس آها نگه دار دیگه اینجا و همون اول شایان همون کارتو دوباره تکرار کن آها نوازشش کن آها دوباره نوازشش کن ببین نگاه کن خودت دیر انجام میدی آقا کامرانی به محض اینکه کوچیکترین خطا داره قلاده رو نمیخوام ضربه یا چیزی فقط میخوام نگه بالا داری وقتی اوکی شد قلاده شل میشه تایید میشه اوکی اینجا داریم از انگیزه نوازشیش استفاده میکنیم شروع کن راه نرو اصلا نوازش برو دیگه وقتی جاهایی که خوبه آقا کامرانی ما تایید مثبت برامو الان خیلی مهم چون واسطه بودم گفتم نه تایید مثبت الان برای ما خیلی مهم تر یه لحظه بیا این جلو این کاری که صاحب داره میکنه الان حواسش نیست داره ازش فیلم میگیره اشغولانه بازی بچه این کارهاست که سگتون از لحاظ بالانس رفتاری به هم میریزه چرا سگ الان توی دوره الان اومده کایلا برای دوره گارد ولی خب حالا صاحبش دلتنگه اومده سگ رو اینجوری نشونده و نوازش و بوس و بغل همین کار باعث میشه واقعا سگ تو تمریناش کند بشه چرا؟ چون که انگیزه اصلیمون ما تو بحث انگیزه ها گفتیم انگیزه نوازش ما الان توی گارد ما فقط چه انگیزه ای داشتیم استفاده میکردیم وقتی وقت میزنه کار درست میکنه با نوازش خب سگ میگه اوکی دیگه من اون کار رو انجام نمیدم چون که نوازش ها رو که مفت دارم الان این کار آقای محمد برزگر عزیز اشتباهه خب دوستان اومدیم به سمت آقای هنرور عزیز یکم مشتری خوبمون که مالک و صاحب سرپرست مشکی و مورفی هستن مشکی نژادش بومیه و مورفی نژادش شرمن شپرت هست
مشکلی که این سگ‌ها داشتن، حالا از زبون خودشون هم بیشتر می‌شنویم. بچه ساکت دارین فیلم می‌گیرید. مشکلی که این سگ‌ها داشتن، مشکی به تمام سگ‌ها واکنش خیلی بد نشون میده که از آقای تلسچی هم خواستم سگشون رو بیارن که حالا به صورت محرک این وسط باشن. مشکل اینه، این میره سمت یه سگ دیگه حمله میخواد کنه. البته جفتش آموزش همقدم رو تو همین مجموعه دیدن، حالا فقط نیاز به حساسیت زداییه هست. برده این مشکل هست که این سگ با سگای دیگه زیاد اوکی نیست کلن، و مشکی میپره به یه سگ دیگه، به فرض مثال به اون، و مورفی میخواد بپره به مشکی، و تو خونه هم با هم مشکل رو دارن. شروع کنیم اول یه همو ببینن. هر کدومشون اینجا، بچه اینجا فقط تاییدیه های مثبت ما نوازش کردنه، پس به خاطر چی از نوازش ما میگیم استفاده شه؟ سعید مورفی تو حواست باشه، با کلام سگاتون رو داشته باشید، یعنی نه آفرین خوبه. کی قرده؟ مورفی. سعید سری مورفی رو بیا تو حالت همقدم یه تاییدیه بهش بده. بچه اینجا از حواس پرتی استفاده میکنیم که یعنی از انگیزه، ولی خب انگیزش الان برای این ور بیشتر. سعی سعی کن حواسش رو پرت کنیم، ببرش دورتر حتی. برو بالا باشه کم هم قدم رو شروع کن تو. تو یه سلام بشین بشین. بچه کار درست، یعنی این اول یک دستور و بعد تاییدیه. سگ الان بعد از یک هفته صاحبش رو دیده، دلتنگن هر دو، هم صاحب و هم سگ، ولی درستش اینه، دو تا فرمان درست. یه بخواب بمون بده اشکا، کل انگیزه سگ الان فقط رو نوازش هست. شروع کن، بدون قضا میخوام بهش دستور بشین بخواب بمونه. بشین بشین جلوی سگت وایسا. بمونه بمونه. برو آقا بمونه. نوازش. آه قصه بمونه دوباره. بمونه. برو مشکی و بردار بیا از سمتش رد شو. همچنان دستور بمونو میخوام رو این یکی سگت داشته باشی. بمونه. دوباره تمدید کن مورفیو. بمونه مورفی. بمونه. نه بیا بش نه و بگو دوباره. نه. بشین بخواب. بشین. بشین. بخوابه. بمونه. بمونه. نه. بخوابه. بخوابه. مورفی. بخواب. بمونه. بمونه. دستتو صاف کن. برو. راحتو برو. بقلت فقط صفر بگیر و بقلش رد شو. بقل استیف فقط صفر بگیر. محمد تو هم عادی بقلش رو رد شو. برو نظر ازت جلو تو قضا نمیخوام حتی، فقط در حد همون بس مقایر. بیا بالا، بیا بیشتر از سمت هم رد شی. فقط وایسادی نشست تاییدش کن. محمد سگت کنترل تر شده باشه. بچه کل این کار حساسیت زدایی، حساسیت زدایی و داریم با استفاده از پرت کردن حواس، یعنی روی قضا. الان ریلکس‌تر شد، اون بچه هم ریلکس‌تر شد. وقتی تو محیط قرار میگیرن تقریبا از 3-4 تا تکنیک ما داریم استفاده میکنیم. تطبیق و خوگیری، یعنی داره الان با اون سگ تطبیق میگیره. وقتی تطبیق بگیره براش انقدر عادی بشه، کم کم میاد انگیزه اصلیش، یعنی غذایی که تو دست صاحبش، براش جذابتر میشه، نه این سگی که بخواد تمرکزشو به هم بزنه. خب شروع کن، کم کم گامتو بردار، کم کم تو هم عادی را بیا. ستایی کنار هم بیاییم به سمت پایین، بریم بالا. انقدر این کار رو انجام میدیم تا برای سگا کلن برای ستاشون عادی شه. حالا استیف از نژاد باکسر براش عادی تر و اوکی، همچین مشکل نداره، ولی برای این دوتا که این حالتو دارن میخوایم خیلی تو همون موضوع تطبیق و خوگیری عمل کنیم و رو بحث حساسیت زداییش که میبینیم خدا رو شکر الان همه شون تقریبا ریلکسن، دو ماه همه بالا، حالا همه هم اوکی. خب بچه ها تو این تمرین ها یه موضوعی که هست، باید صبر داشته باشیم. این نیست که بگیم اوکی سگ من فلان مشکل رو داره، یه هفته، یه ماه، دو ماه بخواد مشکل حل شه. ما چیزی که انجام میدیم احترام میذاریم به تجربه حیوان. این حیوان 6 ماه 7 ماه همچین پرخاشگری داشته، نمیشه توی یک جلسه دو جلسه این مشکل حل شه. میبینید اصلا بیخیال هم دیگه دارن به مسیرشون ادامه میدن. البته بگم اینها الان تقریبا یک ماه و نیم هستن که تحت دوره هستن،
یک ماه و نیم هستن، صاحبشون هر روز داره میره بیرون و با مشکی داره کار میکنه، این حساسیت روز به روز اومده پایین تر که ایشالله حالا اگر قسمت شد تو ویدیوهای بعدی براتون میذاریم که تا به کجا رفتیم باهاشون جلو و چه اتفاقی افتاده. حالا دیگه بیشتر از این وقت نمیشه سرتون هم درد نمیارم، توی این ویدیو خواستم دو سه تا کیس ها، سه چهار تا کیس هایی که توی مجموعه هستن و دارن با ما تمرین میکنن و بهتون نشون بدیم، سیستم و سبک کاریمون رو ببینیم. مرسی و دمتون گرم، خدا رو شکر حالا بچه هم خوبه.